تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد بعدد ما احاط به علمه. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى والهمنی التقوى. سر سفره قرآن از اول قرآن شروع کردیم، جزء 28 سوره مجادله آیه 16 و 17 هستیم. این دو تا آیه رو بشنوید، 5 6 دقیقه هم تفسیرشو بشنوید. اما آیه 16: اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین. می فرماد منافقین، اونا که در بین مسلمان ها هستن، قسم هم بخورن که ما جز مسلمان ها هستیم، اما دل در گروه دیگران دارن، رابطه با کفار دارن، عامل نفوذی دیگران هستن. و ارسادن لمن حارب الله، یعنی اگرم مسجد میان، مسجدشون رصدخانه، کمینگاه هست برای که اطلاعاتو بگیرن، خبر بدن به خارج. اینها قسم میخورن که مسلمانن، ولی گول قسمشون نخور، این قسمشون مذهب علیه مذهبه، والله میگن که جلو اللهو بگیرن. اتخذوا ایمانهم جنه، اینها سوگندهاشون رو سپر درست کردن، یعنی زیر سپر سوگند کارای خلاف خودشون انجام میدن. جنه یعنی سفر، جنه باقیه که برگاش به هم چسبیده و انگار این برگ ها سفره که نور خورشید به زمین نفته. گاهی خیابون های باریک درخته که تو هم میره نور به زمین نفته، میگن جنات یعنی باقا. به جنین هم میگن، جنین تو پوست شکم و پوست رحم رو سایه انداخته. مجنون یعنی عقلش فراموش شده، یعنی چیزی که پشت پرده. جن، مجنون، جنین، جنه، جنت، اینا همه یه لغته، یعنی یه پوششی دارن. جنین پوشش شکمه، جنت پوشش برگاس، جن تحت پوششه، جنه یعنی سپر. اینها با قسم جنه، یعنی قسمشون سپره برای که خلافکاری بکنن. فصدوا عن سبیل الله، اینها مانع راه خدا میشن. فلهم عذاب مهین، عذاب مهین دارن. در قرآن هم عذاب شدید داریم، هم عذاب علیم داریم، هم عذاب مهین داریم. این منافقین عذابشون مهینه. این منافقین برای کارشون چند تا کار میکنن. یکی قسم میخورن که جای دیگه هم داریم، اتخذ و ایمان هم جنه، مربوط به اینجا نیست. بارها تو قرآن آمده که اینها قسم میخورن ولی دروغ میگن، به هر قسمی نمیشه اطمینان کرد. دومی که سرمایه‌گذاری مادی میکنن، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، پول خرج میکنن که مردم از راه خدا باز دارن، سرمایه‌گذاری میکنن. گاهی سرمایه‌گذاری فرهنگی میکنن. قرآن میگه من الناس من یشتری لهو الحدیث ليضل عن سبيل الله. پول میدن، قصه هایی رو یاد میگیرن، سرود هایی، شعر هایی که اینها آیات خدا به گوششون نخورن. فیلم هایی میسازن که اینها مثلا فیلم های اینها رو از راه خدا باز داره. مسابقات سرگرم مسابق میذارن، سرگرم مسابقاتی، جوانای ما رو با مایه مسلم مسابقات سرگرم میکنن، یعنی با آهنگ ها، با مسابقات، با قسم پولای خرج میکنن که مردم رو از راه خدا باز دارن. ولی قرآن یه آیه داره یه خرج کنید، هر چی میتونه خرج کنید. فسینفقون ها، در آینده هم بازم خرج میکنید ولی حسرت خواهید خورد، چون هر چی پول خرج کنید به جای نمیرسه. هر چی پول خرج کنید به جای نمیرسه. از روزی که پیغمبر اسلام مبعوث شده روز به روز اسلام پیش رفته، روز به روز اسلام پیش رفته. من در یکی از کشورهای اروپا بودم که جسارت به پیغمبر ما کرده بودن و کالیکاتور پیغمبر رو کشیده بودن. امام جمعهش گفت از وقتی که به پیغمبر اسلام جسارت کردن توجه مردم به اسلام بیشتر شد، مثل توپ هر چی به زمین بزنی بلندتر میشه، مثل میخ هر چی تو کلش بزنی بیشتر فرو میره. خب بدعت سازی میکنن، بدی ها را زیبا جلوه میدن، یعنی کارهای منافقین. یک، قسم. دو، سرمایه‌گذاری مادی. سه، سرمایه‌گذاری فرهنگی. چهار، بدعت، مانع تراشی، بدی ها را زیبا جلوه دادن. اینها کارهایی که میکنن. خب عذاب اینها، قرآن فرمود که خب چرا اینها کار میکنن؟
دلیل این که منافقین کنن فکر کنن که چون پول دارن و اولاد دارن و اینها به دردشون میخوره. قرآن آیه بعد فرماد که لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کلمه لن فرق کنه بالا لا، یعنی این کار نمیشه، لن یعنی هرگز نمیشه، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، هرگز اموالشون و بچه هاشون نمیتونن مانع قهر خدا بشه. خدا روز قیامت به اینا قهر و غضب میکنه و ثروت ها و فامیل ها هیچ نقشی ندارن. اولئک اصحاب النار، اینها یاران آتشن، هم فیها خالدون، همینا هستن که همیشه تو جهنم هستن. چه کردن؟ راه خدا رو میبندن، با سرمایه گذاری راه خدا رو میبندن، با کارهای فرهنگی و هنر راه خدا رو میبندن، با بدعت راه خدا رو میبندن، با تهمت. اینا که کار میکنن اینها عذاب مهین دارن و اصحاب نار هستن. این توبیخا و تهدیدهایی که خداوند داره اینا میکنن که در مقابل راه خدا شاخشونه میکشن. خب آیه 16 و 17 سوره مجادله هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.